وزنی که قهرمانی که میخوایم معرفیش بکنیم توی برنامه امروز، خب بگم سهراب مرادیه. توی وزن او در وزنه برداری دارم آمار رو نگاه میکنم در بازی های المپیک از که شروع شده توی این وزن؟ از 1952 هلسینکی شروع شده که توی همون 1952 هلسینکی آمریکا قهرمان شده. المپیک بعدی شوروی. سه تا مسابقه پشت سر هم این وزن رو شوروی برده. اولی آمریکا، سه تا شوروی. بعد فنلاند، بلغارستان، دوباره شوروی، مجارستان، رومانی، شوروی. اون توی المپیک بارسلون دیگه کشوری به نام شوروی چون اون موقع هنوز وجود نداشت، تحت عنوان همه ورزشکاران با پرچم المپیک به میدان رفتن. بعد دوباره روسیه، آمریکا. در نهایت در المپیک آخری هم قبل از المپیک ریو دو ژانیرو هم که المپیک لندن بود، باز هم روسیه. یعنی اصلا اجازه ندادن که روس‌ها کسی در این وزن، ببینید 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 تا این المپیک ریو دو ژانیرو تا قبل از ریو 11 دوره در وزن سهراب مرادی. حالا اون موقع مثلا نوشته منهای 90 دیگه، سهراب مثلا توی همون حد وزنای ذره عوض شد، ولی سهراب هم توی تقریبا یه همچین وزنی وزن میزد دیگه. 11 بار روس‌ها، شوروی یا روسیه قهرمان شدن و در بقیه اوزان هم یه بار که آمریکا و بقیه هم باز هم کشورهای اروپایی. پس سهراب واقعا این نوار رو پاره کرد، این قفل رو شکست که آسیایی ها نمیتونستن در این وزن خودنمایی بکنن. سهراب آمد و این کار رو کرد. قهرمان خوبی که در استان اصفهان در شهر کرد رشد کرد، به قدرت کامل برای رسیدن به بازی‌های المپیک رسید و از کودکی به ورزش در رشته ژیمناستیک پرداخت، اما در 9 سالگی به وزنه‌برداری علاقه پیدا کرد. ببینید سال 67 به دنیا آمده، تا 10 سالگی سال 77 به وزنه‌برداری علاقه پیدا کرده. چی باعث شده فکر می‌کنید؟ قطعاً شاهین نصیرنیا، قطعاً کوروش باقری. چون تو سالهایی که سهراب مرادی به وزنه‌برداری علاقه‌مند میشه و ژیمناستیک رو ترک میکنه و به وزنه‌برداری میپردازه، اوج درخشش شاهین نصیرنیا و کوروش باقری در وزنه‌برداریه. هنوز نوبت به حسین رضازاده یا حسین توکلی تو این سالها نرسیده، چون حسین رضازاده در المپیک سیدنی درخشش داشت و حسین توکلی هم به همین ترتیب. اما قبل از اونها کورس رقابت در اختیار دو وزنه‌بردار تقریبا سنگین وزن ماست دیگه، کوروش باقری و شاهین نصیرنیا. سهراب مرادی از اینها الگو میگیره، انگیزه میگیره، به وزنه‌برداری علاقه‌مند میشه، میره در تمرینات شرکت میکنه و نهایتا در المپیک 2016 با اون اقتدار به مدال طلا هم دست پیدا میکنه. پس میخواییم درباره سهراب مرادی بگیم. قبل از اینکه برسیم به بخش بعدی اینم بگم که او، یعنی سهراب، در المپیک 2012 هم حضور داشت، اما در عین ناباوری در یک ضرب اوت کرد و برخلاف انتظارها بدون کسب مدال از مسابقات برگشت. اوت کرد یعنی اینکه توی یه ضرب وقتی که سه بار باید انتخاب بکنه، مثلا 150 کیلو، 152 کیلو، 154 کیلو، تو هیچ کدومش نتونست یکی از وزنها رو بالا ببره، اوت شد. دیگه وقتی که اوت میشه، چون در المپیکا هم مجموع حساب میشه، دیگه اصلا نمیتونه، مثلا این ورزشکار 150 کیلو اینجا کم آورده، 150 کیلو نمیتونه بعد تو دو ضرب تلافی بکنه، لذا کلن دیگه میتونه از نظر قانونی دو ضرب شرکت بکنه، ولی اصلا آخر میشه چون 150 کیلو، 160 کیلو، 170 کیلو کم داره. بعد میخواد اوت میشه و دیگه از مسابقات خارج میشه. هرچند که توی این جالبه اینو بدونید، دیگه بریم قسمت بعدی برنامه رو ببینید، در حال این اتفاق، یعنی اوت شدنش در المپیک 2012 شکل گرفت که فقط 3 ماه قبلش، دقت کنید، فقط 3 ماه قبلش تو مسابقات قهرمانی آسیا رکوردی زد که این رکورد 3 کیلو از نفر اول المپیکی که در اون اوت شد بیشتر بود. یعنی اگر
یه جوری انتخاب وزنهای سهراب مرادی در بازی‌های المپیک لندن درست‌تر می‌بود و شاید با تفکر بیشتر، با انتخاب دقیق‌تر این اتفاق می‌افتاد، شاید سهراب مرادی چون از نظر قوای بازو و بروبال بازو میتونست که در بازی‌های المپیک لندن هم به مدال برسه که این اتفاق نیفتاد و عرش کردم اوت شد و بعدن دیگه 4 سال صبر کرد تا به المپیک ریو دو ژانیرو برسه. قسمت بعدی برنامه رو نگاه میکنیم تا بپردازیم به آنچه که سهراب مرادی حالا خاطرهاش، خاطره بازیهاش انجام میدیم. در قسمت آخرم که از فیلم ها و تصاویر مربوط به او در بازی های المپیک هم لندن هم ریو دو ژانیرو خواهیم گفت. سهراب مرادی، گفتم در قسمت قبلی که در المپیک لندن هم بود اما اونجا اوت کرد و نتونست در مسابقات باقی بمونه، توی ضرب نتونست موفق بشه، در حالی که اگر رکوردهای عادی خودش رو که 2 ماه قبل تو قهرمانی آسیا زده بود میزد قطعا مدال طلا میگرفت. شاید تو انتخاب وزنه به حال میدونید هست دیگه، تو بهترین شوت رو میزنی، عالی هم میزنی، میره به سمت دروازه، داره وارد دروازه میشه، یه گل عالی هم میشه، میخوره به تیر برمیگرد، کنج دروازه رو هدف گرفتی، میزنی. اینجا دیگه واقعا بعضی چیزها بگم اتفاق، بعضی ها میگن چرا میگی اتفاق، یه ذره پایین تر میزد گل میشد دیگه، ولی من میگم بازم اتفاق، یه حادثه باعث میشه اون توپ گل نشه. شاید اونجا هم تو اوت شدنش یه لحظه یه مچی میلرزه، یه مچی میلغزه، یه مچی تکون میخوره، یه پا مثلا تو اون قیچی در یه ضرب هم بودی قیچی نبود مثلا خوب نمیتونه وزن رو بالا بکشه، به هر حال باعث میشه که اوت بشه. همیشه میگیم دیگه در فوتبال اگر اشتباهی نشه، اگر دفاع اشتباه نکنه، مهاجم هیچ موقع نمیتونه گل بزنه، مدافع باید اشتباه بکنه تا بهترین شوت فوروارد گل بشه. بهترین شوت فوروارد اگر با واکنش عالی دروازه‌بان همراه بشه گل نمیشه، دروازه‌بان رو اشتباه بکنه که مهاجم گل بزنه. اینجا هم در وزنه برداری هم یه ورزشکار اشتباه میکنه اوت میشه، همینه خصلت ورزش، همینه بردن و باختن. اویی که میبره در باد پیروزی نمیخوابه، اویی که میبازه از باخت خودش شرمنده نمیشه و همچنان به ورزش کردنش و به ادامه دادن مسیرش در طی حالا مسیر زندگی خودش ادامه میده تا بتونه که قهرمان اون دوره از مسابقات خاص ورزشی خودش هم بشه. توی مسابقات حالا سهراب مرادی توی بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو برمیگرده دوباره میدون. تو قسمت قبلی درباره المپیک لندن گفتم، اینجا میخوام درباره المپیک ریو دو ژانیرو بگم. کلاً در المپیک ریو ایران 63 سهمیه گرفته بود و در 14 رشته ورزشی این 63 سهمیه رو گرفت و در نهایت 62 ورزشکار با نام کاروان امام رضا علیه السلام به مسابقات رفت. کشتی فرنگی، کشتی آزاد، وزنه برداری، تکواندو، بوکس، تیراندازی، تیر و کمان، قایقرانی، تنیس روی میز، دوچرخه سواری، دو میدانی، شمشیربازی، والیبال، جودو و شنا. و در نهایت ایران در المپیک ریو دو ژانیرو 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 4 مدال برنز گرفت و در مجموع مدال‌ها که مجموع مدال‌هاش هم 8 مدال شد، در مجموع جدول رده‌بندی مدال‌ها هم در رده 25 المپیک ایستاد. اگه بخوایم از سایر ورزشکارا بگیم، بذارید توی قسمتی که راجع به تصاویرشون صحبت می‌کنیم، خواهم گفت درباره حسن تفتیان، خواهم گفت درباره تکواندو دخترها، خواهم گفت درباره شمشیربازی مشتبه آبدینی، خواهم گفت درباره تیراندازی، خواهم گفت که اله احمدی و نجم خدمتی بودن و درباره والیبال هم که سهمیه گرفته بود در رقابت‌های والیبال حضور هم داشت. سهراب مرادی توی مسابقات المپیک ریو با فارس الباخ مصری یکی از حریفاش بود. مرادی تونست چندین بار رکورد جهان رو تو اوزان مختلف جابجا بکنه. با مهار وزنه 186 کیلوگرمی در یک ضرب و ثبت حد نصاب 418 کیلوگرمی
در مجموع رکورددار یک ضرب و مجموع دسته وزنی 96 کیلوگرم شد که در قدیم به 94 کیلو معروف بود و رکورددار یک ضرب و دو ضرب و مجموع جهان هم شد و تو این دسته هم تونست که در مسابقات المپیک ریو دو ژانیرو شرایط خیلی خوبی داشته باشه. آماری اگه بخوایم بگیم از مسابقاتی که سهراب مرادی داشته، تو ریو که مدال طلا گرفت، بعد تو مسابقات 2017 آمریکا مدال طلا گرفت تو جهانی، آسیایی 2018 مدال طلا گرفت، ترکمنستان در 2018 در قهرمانی جهان مدال طلا گرفت، در قهرمانی آسیا 2020 ازبکستان نقره گرفت، در قهرمانی آسیای 2023 کره جنوبی هشتم شد. یعنی مدال خب مشخصه که سیر سقوطی داشته سهراب دیگه. حالا ببینیم در ادامه مسیر زندگی ورزشی خودش سهراب مرادی چه خواهد کرد. قهرمانی که من یادم میاد وقتی که توی ریو طلا گرفت، رفتم شهر کرد، اونجا مراسمی گرفته بودن، من مجری و مراسم بودم، چقدر مردم مهربان، چقدر مردم پاکتینت در بام ایران دیگه، در شهر کرد، یکی از بلندترین و با ارتفاع ترین شهرهای ایران، حضور مردمی هزاران هزار آمدن که از قهرمان خودشون در این مراسم استقبال بکنن. آرزو میکنم سهراب مرادی در ورزش باز هم بتونه مدال‌های دیگری رو اگر برگشت، اگر حضور داشت بگیره، و اگر هم نه میخواد مربی بشه، موفق بشه، هر شغلی که میخواد انتخاب بکنه، شغل خیری باشه، شغل خوب و مثبتی باشه، هم در اونجا هم موفق و سربلند باشه. بریم به بخش بعدی برنامه و اونجا تصاویر رو با هم نگاه بکنیم. باز هم در سالن مسابقات وزنه برداری بازی های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو، علی هاشمی در کنار سهراب مرادی در رقابت های وزنه برداری حضورن. حالا اینجا خود سهراب مرادی میاد، در انتخاب اولش موفق نیست و وزنه رو میندازه تا ببینیم در رقابت های بعدی چه میکنه. تصاویر جذابی را از سهراب مرادی، قهرمان ایرانی، در این رقابت‌ها نگاه می‌کنیم که او در وزن به علاوه 94 کیلوگرم رقابت می‌کند. سهراب مرادی رو خیلی راحت و با قدرت بر سر دست بلند می‌کنه و نشون می‌ده که آمده که طلا بگیره دیگه. انتخاب سوم 234 کیلوگرم، 40 ثانیه هم مونده که بتونه این وزن رو یا وقت داشته باشه که بتونه این وزن رو بالای سر ببره. به این ترتیب در منهای 94 کیلوگرم در رشته وزنه برداری مردان سهراب مرادی طلایی میشه و میسته به احترام پرچم تا سرود ایران نواخته بشه و پرچم به اهتزاز در بیاد. خب یه نکته من بگم درباره این بازی ها در المپیک 2016 که کلن ایران با 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 4 مدال برنز در جدول رده بندی در رده 25 قرار گرفت. به حال ایران جمعاً 8 مدال گرفت که یکی از دوره های پر مدال ایران در بازی های المپیک بود. حسن تفتیان در دو میدانی تو این مسابقات موفق شد برای اولین بار به نیمه نهایی راه پیدا بکنه. توی شمشیربازی مشتبه آبدینی تا پای کسب مدال پیش رفت که در نهایت به مقام چهارمی رسید و این اولین بار بود که شمشیربازی تونسته به چنین سطحی از المپیک برسه. در تیراندازی هم ایران دو تا فینالیست داشت که الهه احمدی و نجمه خدمتی ششم و هشتم شدن و والیبال هم که توی این مسابقات برای اولین بار سهمیه المپیک گرفته بود، در حالی که نمایش نسبتاً خوبی داشت، در مرحله 1/4 نهایی از دور رقابت‌ها کنار رفت و دختر ایرانی هم که در این بازی‌ها موفق شد برای اولین بار روی سکو بره و مدال برنز بازی‌های المپیک رو از آن خودش بکنه. امیدوار هستم که از تماشای این برنامه که راجع به المپیک ریو دو ژانیرو و به خصوص درخشش و مدال طلای سهراب مرادی بود لذت برده باشید. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارید.